سلام به همه بینندگان عزیز، به کانال ما خوش اومدید. خب همونطور که از ابتدای ویدیو متوجه شدید، ویدیو امروز ما ساخت چراغ کوره‌ای نفتی هست. برای شروع کار ما احتیاج به یک کپسول خالی این پیکنیک‌های مسافرتی اتم گاز داریم که میتونید تو تصویر مشاهده کنید. دلیل استفاده ما از این کپسول خالی اینه که بدنه این کپسول ها ضخامت خیلی خوبی دارن. برای شروع کار علاوه بر کپسول خالی اتم گاز، به یک تبدیل برنجی 1/2 به 1/4 اینچ داریم که به لوله مسی سایز 6 میخوره که میتونید تو تصویر مشاهده کنید. خب همونطور که میبینید کپسول خالی اتم گاز یک سوراخ داره که بایستی اونو کمی با آچار گشاده‌اش کنیم و قسمت 1/2 این تبدیل برنجی رو داخل اون جا بزنیم و بعد با جوش برنج یا نقره، فرقی نداره، این تبدیل برنجی رو به بدنه کپسول متصل کنیم. نوبت جوش دادن تبدیل برنجی به بدنه کپسول هست. خب ما از جوش برنج رو با سرفه که هواگاز استفاده میکنیم، ولی شما میتونید با مشعله های یا شعله افکن هایی که معمولی که با گاز مایع کار میکنه و با سیم جوش نقره این جوشکاری رو بدون هیچ مشکلی انجام بدید. دقت داشته باشید که قسمت 1/2 یا 2 این تبدیل برنجی بایستی داخل اون سوراخ کپسول جا بشه و جوش بخوره و قسمت 1/4 که همون کوچکتر هست که به لوله مسی میخوره باید در بالا قرار بگیره. بعد جوشکاری نوبت زدن یک سوراخ دیگه روی بدن کپسول هست. این سوراخ برای ورودی نفت داخل مخزن چراغ هست. برای باک چراغ ما از یک پیچ و مهره سایز 10 استفاده میکنیم. خب محل مورد نظر رو سوراخ میکنیم و مهره 10 رو به بدنه کپسول جوش میدیم. تو این قسمت میخواییم برای چراغمون یک دسته بزنیم برای بلند کردن.
ما از یک نوار دست فلزی به عنوان دست برای این بدنه کپسول استفاده میکنیم. همونطور که میبینید برای در باک چراغ ما از یک پیچ سایز 10 که 5 سانتی هست استفاده میکنیم. برای اینکه باز و بست کردن این پیچ راحت تر باشه یک واشر روی این پیچ 10 جوش میدیم، چون این درب باک علاوه بر ریختن نفت یک کاربرد خیلی مهم هم داره که در ادامه ویدیو بهش اشاره میکنیم. خب مخزن چراغ ما به طور کامل آماده شده، فقط برای اینکه ظاهرش کمی بهتر بشه اونو رنگ می‌کنیم. بعد تکمیل شدن مخزن چراغ حالا نوبت ساختن خود سری آهمون مشعل چراغ هست. ما این مشعل رو با لوله مسی سایز 6 میسازیم که حدود 90 سانت باشه کافیه. برای شروع کار ما احتیاج به یک مهره 6 و یک پستانک داریم که باعث این مهره 6 به یک سر لوله مسی ما جوش بخوره و این پستانک داخل این مهره باز و بست بشه. این پستانکی که ما اینجا استفاده کردیم متعلق به چراغ توری هست، ولی شما میتونید به جای این از پستانک تکنیکی استفاده کنید. بعد جوش دادن مهره به سر لوله مسی به وسط سنگ روی اون، از سمت دیگه لوله مسی که باز هست داخلش رو با نمک پر میکنیم و پلم میکنیم که مانع خالی شدن نمک ها بشه. سمت دیگه اونم که مهره و پستانک بسته شده و اجازه خالی شدن نمک رو نمیده. برای فرم دادن لوله مسی ابتدا یک لوله سایز 1/2 اینچ رو به گیر محکم میبندیم و بعد از قسمتی که لوله رو پلم کردیم حدودا 20 سانت بعد شروع به چرخاندن لوله مسی به دور لوله آهنی میکنیم. این کار رو تا 7-8 بار تکرار میکنیم تا زمانی که 20 سانت دیگه لوله مسی صاف داشته باشیم. بعد فرمدهی اولیه نوبت اینه که از قسمتی که پستانک به لوله مسی وصل شده لوله رو باعث مجددا خم کنیم به سمت اولین خمیدگی و بعد مطابق ویدیو قسمت پستانک رو مجددا خم میکنیم به سمت داخل استوانه شکل مشعل. اما این خمیدگی باید طوری باشه که پستانک در 3-4 سانتی بیرون استوانه شکل قرار بگیره. Thank you.
در نهایت باید مشعل ما به این شکلی که تو تصویر مشاهده میکنید بایستی در بیاد و بعد انجام این کار قسمت پستانک رو باز میکنیم تا تمامی نمک‌های موجود داخل اون تخلیه بشه و همچنین قسمتی که کلم کردیم بایستی برش داده بشه. دو قسمت چراغ ما تکمیل شده، حالا نوبت جا زدن خود مشعل داخل مخزن چراغ است. قبل جا زدن باید یک فتیله باریک داخل خود این لوله مسی جا بزنیم. این فتیله وظیفه بالا بردن نفت داخل مشعل رو به عهده داره، برای همین چراغ ما احتیاج به ترومبه نداره. دوستان قبل جا زدن فتیله حتما اون مهره برنجی تبدیل 1/2 به 1/4 و یک ساشمه مخصوص آب بندی رو قبلش روی لوله مسی وارد کنید و بعد فتیله رو جا بزنید. قبل جا زدن مشعل بایستی اون ساشمهی که روی لوله مسی قرار دادیم رو باید دورش نوار تفلون بزنیم که بعدن مشکل نشتی نداشته باشیم. قبل جا زدن لوله مسی ابتدا فتیله را داخل مخزن میکنیم که به طوری که از داخل لوله مسی در نیاد و بعد لوله مسی باید تا نیمه داخل مخزن چراغ جا بشه و بعد پیچه برنجی تبدیل رو با آچار خوب محکم میکنه. این قسمت سوخت چراغ که همون نفت هست رو می‌ریزیم و قبل بستن درب باک چراغ بایستی یک اورنگ لاستیکی روی این پیچ سایز 10 جا بزنیم که با صفر کردن پیچ مخزن چراغ به خوبی آب بندی بشه. برای روشن کردن چراغ کافی که یک پنبه رو آتیش بزنیم و زیر خود این لوله مسی به مدت 20 یا 30 ثانیه نگه داریم، یا با فندق یا کبریت فرق نداره. بعد از چند ثانیه چراغ به طور خودکار روشن میشه. دوستان مکانیزم این مدل چراغ ها اینطوریه که فتیله نفت رو به طور خودکار به بالای لوله مسی میکشه و زمانی که ما لوله رو داغ میکنیم نفت داخل اون شروع به بخار شدن میکنه و مقداری از این بخار توسط پستانک خارج میشه و مقدار دیگه وارد مخزن چراغ میشه و اینجوری نفت بیشتری از مخزن به بالا کشیده میشه و آتشی که از پستانک خارج میشه با برخورد به خود لوله مسی این عمل رو بیشتر میکنه و چراغ به طور خودکار روشن میمونه. و در آخر این نکته رو بگیم که بعضیا میگن این چراغ ها خطر انفجار داره چون گاز زیادی داخل اون منبعش جمع میشه، در صورتی که باید بگیم اینجور نیست، به خاطر اینکه همزمان داره گاز نفت توسط پستانک تخلیه میشه و مقدار فشار گاز نفتی که داخل مخزن هست همیشه ثابت و خیلی کم هست. خب تو این قسمت میخوام بهتون نشون بدیم که با این چراغ میشه جوش نقره رو به راحتی انجام داد
همونطور که مشاهده میکنید دو تا مفتول که از همدیگه جدا هستن رو میخواییم توسط جوش نقره به همدیگه متصل کنیم. خب برای کم کردن شعله چراغ یا خاموش کردن کافیه که پیچ در باک رو کمی باز کنیم تا گاز نفت داخل اون شروع به خالی شدن کنه. اینجوری شعله بعد از چند ثانیه کم یا خاموش میشه و میتونید مشاهده کنید که بعد از بستن مجدد در باک شعله چراغ بیشتر میشه. در پایان ویدیو میتونید نتیجه جوش نقره رو خودتون مشاهده کنید. دوستان این بود از ویدیو امروز ما. اگر از ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب و تا یک ویدیو دیگه همگیتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.